سلام به شما بینندگان عزیز شبکه اینترنتی روشنا. مهرداد هستم و با یک ارائه دیگه از مجموعه مباحث روانشناسی تکاملی در خدمتتونم. نظریه تکاملی حداقل در ابتدا و در ظاهر خیلی ساده به نظر میاد. یک چند قانون کلی داره که اگه این قانون کلی رو یاد بگیریم دیگه انگار نظریه تکاملی رو یاد گرفتیم و حتی میتونیم ازش استفاده بکنیم. از این نظریه که خیلی همچنین آچار خوش دستی هم به نظر میاد برای توضیح و تعبیر چیزی که تو طبیعت می‌بینیم شروع کنیم استفاده کردن. ولی خب همین سادگی ظاهریش یک سری اتفاقات بعدی رو هم منجر شده و دقیق‌تر این که یک سری بدفهمی‌هایی رو باعث شده. توی این ارائه و همینطور ارائه جلسه بعدی می‌خوام راجع به چند تا از این بدفهمی‌های رایج در باب نظریه تکاملی باهاتون صحبت کنم. وقتی که یک ماهی رو میبینیم که داره توی آب شنا میکنه، خب به شکل ظاهری بدنش، به فرم بدنش، به بالهاش و به دمش نگاه میکنیم و اینطور به نظر میاد که خیلی خوب و دقیق طراحی شده برای اون جایی که داره زندگی میکنه. شکل بدنش و بالهاش برای حرکت کردن توی آب و فرار کردن از دست صیادا به نظر خیلی مناسب و خوب میاد و انگار واقعا برای همین طراحی شده. یا مثلا به حرکات و بدن یک شکارچی نگاه میکنیم، یک دونه یوزپلنگ، یک شیر، میبینیم که شکل چشماش، گوشهاش و نمیدونم شکل ظاهری بدنش، عضلات و ماهیچه‌هاش به شکلی هستن که انگار کاملا طراحی شدن واسه اینکه از اون یک شکارچی خیلی قابل بسازن. و به این نتیجه میرسیم که خب مثلا محل قرارگیری چشم‌ها در صورت یک شکارچی یا محل قرارگیری شکل گوشهاش یا حالت بدن و فرم بدنش و مثلا دم بلند یک پلنگ برای اون یک ویژگی سازگار نداره و داره به اون کمک میکنه برای اینکه بتونه شکارچی بهتری بشه. یا مثلا برای ماهی هم همینطور، شکل باله ها و بدن و دومش برای اون یک ویژگی سازگارانه هست، یعنی سازگاری اون رو با اون محیطی که داره توش زندگی میکنه افزایش داده و داره به بقاش و تولید مثلش کمک میکنه. خب ممکنه که ما همین مسیر رو همینجوری ادامه بدیم و هر ویژگی و هر صفتی که توی موجود زنده دیدیم سریع شروع بکنیم براش پیدا کردن یک سری توجیهات سازگارانه. یعنی حتما باید پیدا بکنیم که ببینیم این ویژگی که الان داریم توی این موجود میبینیم چه ربطی به سازگاری بیشتر این موجود در طبیعت داره و چه کمکی داره به بقاش و تولید مثلش داره انجام میده. این یکی از همین بدفهمی‌های رایج هستش در باب نظریه تکاملی. یک مثال مثلا براتون بزنم، ما یک عصبی داریم توی بدنمون، عصب حنجره‌ای که از مثل سایر اعصاب دیگه از ساقه مغز شروع میشه و به سمت پایین میاد و به سمت بخشای داخلی بدنمون میره و خب کارهای مختلفی رو هم انجام میده دیگه، از هضم و بلعیدن و صحبت کردن تا خیلی از اتفاقات دیگه که تو بدن میفته رو این عصب داره کنترل میکنه. شاخه سمت راستش رو کاری ندارم، دو شاخه میشه، یک شاخه سمت چپی هست که توی بدن انسان میخواد بره به سمت حنجرمون، میاد پایین از ساقه مغز به سمت قلب میره، دور آورت یک دور میزنه و دوباره برمیگرده بالا، میاد سمت حنجرمون، یعنی یک مسیر اضافه ای رو طی میکنه، میره دور قلبمون و برمیگرده میاد به سمت حنجره. ولی خب همین عصب حنجره رو وقتی توی ماهی ها و در واقع حالا یک سری حیوانات دیگه که گردن ندارن اصطلاحاً و سر و بدنشون در یک امتداد حسن نگاه میکنیم، ببینیم که این عصب یک مسیر مستقیم رو طی کرده. ولی خب معلومه که در مسیر تکامل اونجایی که کم کم بعضی از حیوانات قرار بوده گردن داشته باشن، این عصب همینطوری متناسب با افزایش طول گردن کش اومده و بلندتر شده. مثلا توی ما انسان‌ها چند اینچ خب به خاطر بلندتر شدن گردنمون طولش درازتر شده و میره دور قلبمون دور میزنه و برمیگرده میاد به حنجره. خب این تا اینجاش برای حداقل ما انسان‌ها زیاد خطای خاصی محسوب نمیشه، ولی خب مثلا توی زرافه هم اتفاق افتاده. این عصب حداقل 5 6 متر مسیر اضافی رو داره طی می‌کنه، از ساقه مغز شروع میشه، تمام طول اون گردن دراز رو طی میکنه، میاد دور قلب دوباره یک دور میزنه و برمیگرده دوباره این گردن دراز رو میره جای حنجره. خب ممکنه که ما این عصب حنجره رو ببینیم و این طول دراز 5 6 متریش رو توی زرافه ببینیم و با همون
سبکی که داشتیم بدن ماهی رو تجزیه و تحلیل می‌کردیم، شروع بکنیم پیدا کردن یک توجیهی برای اینکه این عصب چرا اینقدر بلند هستش و ماهیت سازگارانه که داره به زرافه میکنه چه چیزی هستش. واسه اینکه بهتر اینجور مسئله بفهمیم، میخوام یک مثالی از معماری براتون بزنم. توی معماری وقتی که این تاق‌ها رو طراحی میکنن، وقتی یک تاق طراحی شده، بین تاق این تاق و تاق کناری و یا حاشیه تاق و سقف و دیوار مجاورش یک شکل‌های مثلثی شکلی ایجاد میشه که توی معماری به اینا میگن اسپندرل‌ها. در واقع این اسپندرل‌ها چی هستن؟ تولیدات جانبی ساخت اون تاق‌ها هستن. اون معمار یا اون طراح نمی‌خواسته این مثلث‌ها رو درست بکنه، در واقع تاق‌ها رو طراحی کرده، ولی خب به خاطر شکل تاق و همینطور وجود سقف و دیوار یک مثلث‌های اجتناب‌ناپذیر به وجود میاد که خب دیگه هستن دیگه و به همینا میگن اسپندرل. حالا بعدا این مثلث‌ها این اسپندرل‌ها رو کاشی‌کاری هم می‌کنن، رنگشون هم می‌کنن، خیلی قشنگ هم میشن. ولی فکر کنید ما در مقابل یک بنای چینی وایسادیم و میگیم که به چه مثلث‌های قشنگی رو اینجا این معمار درآورده و طراحی کرده، در حالی که حقیقت اینه که اون معمار اون مثلث‌ها رو طراحی نکرده، اون تاق‌ها رو طراحی کرده. اون مثلث‌های کناری در واقع عوارض جانبی و تولیدات جانبی ساخت اون تاق‌ها هستن. حالا خیلی از ویژگی‌ها و صفات توی موجود زنده هم در واقع همین اسپندرل‌ها هستن. یعنی چی؟ یعنی که یک اتفاق سازگارانه دیگه افتاده، تکامل در یک جهتی پیش رفته و یک ویژگی و یک صفتی رو در این موجود ایجاد کرده. حالا در کنار اون صفت و در کنار اون ویژگی یک سری تولیدات جانبی دیگه هم به وجود اومدن که الزاماً اونها منظور نظر تکامل انتخاب طبیعی نبودن، بلکه صرفاً به خاطر که اون صفت هست اینا هم به وجود اومدن، در واقع اسپندرل هستن. خیلی مثال‌های زیادی میشه راجعشون صحبت کرد و اصلا باید در نظر داشته باشیم که هر صفت یا پدیده‌ای رو که دیدیم سعی نگیم که این حتما همون منظور نظر طراح بوده، قرار بوده که همین صفت توش ایجاد بشه، شاید این یک اسپندرل هستش. یک مثالش که خب الان هم مورد جنجال هست و داره بحث زیادش انجام میشه، علاقه ما انسان‌ها به موسیقی هست. در واقع همین لذتی که از شنیدن صداهای ریتمیک و آواهای منظم از محیطمون به دست میاریم. خب یه عده میان شروع میکنن توجیه کردن که دلیل سازگارانه این علاقه ما به موسیقی چیه، این چه چیزی درون ما هستش که مثلا علاقه ما به موسیقی باعث میشه ما بقای بهتری داشته باشیم، تولید مثل بهتری انجام بدیم و در مجموع برامون چه فایده سازگارانه ای داره. الان هم بحث این داغه، ولی خب یک فرضیه منطقی و مطرح این هستش که خب الزاما شاید این خود موسیقی برای ما کارکرد سازگارانه نداره، یک صفت دیگه در ما به وجود اومده، یک ویژگی ژنتیکی دیگه در ما هست که این علاقه ما به موسیقی در واقع اسپندرل اون هستش. مثلا چی؟ مثلا اینکه همه موجودات کسا مثلا اونایی که شکارچی هستن و هم اونایی که شکار هستن حواسشون به محیط خیلی باید دقیق باشه. یکی از چیزایی که از محیط خیلی باید بهش توجه بکنن صداهایی هستش که از محیط میشنون، به خصوص صداهای منظم و ریتمیک. یک صدای منظم هم میتونه علامت نزدیک شدن یک صیاد به اون موجود باشه و هم میتونه مثلا صدای پیچیدن باد لای شاخه‌ها یا صدای مثلا چکه چکه کردن آب باشه که خب خطری براش نداره. بنابراین مغز این جاندار به این جور صداها توی محیط خیلی حساس هستش و خیلی سریع باید تجزیه تحلیل بکنه و تصمیم بگیره و به این نتیجه برسه که آیا این یه خطر هستش و ازش فرار بکنه یا اینکه نه یک صدای خیلی معمولی تو طبیعت هستش. شاید این تأثیری که این آواهای ریتمیک و صداهای منظم روی مغز ما میذاره در واقع اسپندرل همین حساسیت مغز ما به این جور صداها تو طبیعت هستش که حالا ما توی انسان ها وقتی این چند جور صدای ریتمیک رو روی هم دیگه میچینیم یک موسیقی درست میکنیم و اون اثری که روی مغز ما میذاره و اون هیجانی که در مغز ما ایجاد میکنه و اون لذتی که برامون ایجاد میشه رو خب میشه لذت موسیقی. و بعد ما شروع بکنیم برای چی؟ برای این لذت بردن از موسیقی ماهیت سازگارانه و توجیه سازگارانه پیدا کردن، در حالی که خب خود این موسیقی ماهیت سازگارانه نداره، این اسپندرل اون توجه و تمرکز ما و اون توجه زیاد مغز ما به صداهای منظم محیطی هستش. یک مثال دیگه هم بخوام بزنم، در مجموع میدونید از این قضایا باید به این نتیجه برسیم که الزاماً ما یک طراحی خیلی هوشمند و دقیقی نداریم که هر چیزی که جزئیاتی که توش می‌بینیم حتماً کارکرد سازگارگرایانه‌ای داره. بهترین توصیف از ما شاید این باشه که ما شاهکار سرهمبندی هستیم. ما در واقع به
یک شکلی که فعلا داره کار میکنه و فعلا داره بقا پیدا میکنه سرهم بندی شدیم. یک مثالش مثلا چیه؟ همین شکل ستون فقرات ما. ستون فقرات ما انسان ها به خاطر اینکه راست قامت شدیم حالت اس شکل پیدا کرده. خب همون اجل تکاملیمون در میلیون سال پیش مثل همه موجود دیگه که به چهار پا راه میرفتن ستون فقرات صافتری داشتن، ولی خب یک موجودی که روی چهار دست پا بیشتر راه میره و ستون فقرات صافی داره، اگر بخواد عمودی بیسته دم دستی ترین چیزی که به ذهن ممکنه برسه اینه که خب ستون فقراتش رو اس شکل بکنیم که این هم صاف بشه و هم بتونه تا یک حدی وزن رو تحمل بکنه. اما عوارضش چی هست؟ کمر دردی که همه ما انسان‌ها تجربهش می‌کنیم و هر چند سنمون بالاتر بره حتما نشانه‌هایی از فرسودگی در ستون فقرات و درد کمر زیادتر میشه و حتی یک جایی خوندم که میگفت ما انسان‌ها تنها موجوداتی هستیم که از راه رفتن آسیب می‌بینیم و کمر درد می‌گیریم و تقریبا همه انسان‌های مسن آرزوهای توی ستون فقراتشون و نخاع و کمرشون دارن. در واقع این طراحی اس شکل یک ستون یک حالت بسیار غیر مهندسی هستش، ولی خب فعلا داره کار میکنه دیگه، سرهم بندی شده و فعلا داره کار میکنه. یا یک مثال دیگه تولد نوزادان نارس در انسان هستش. خب مسیر تکامل به یک سمتی پیش رفته که کودک انسان مغز بزرگتری داشته باشه، ولی خب همچنان بارداری و مجرای زایمان در جنس ماده در انسان مثل گذشته هستش، یعنی همچنان نمیتونه یک موجودی با اون سر بزرگ و با اون هیکل بزرگتر رو به دنیا بیاره. این باعث شده که هم زایمان در انسان دردناک بشه و همین که کودک انسان نارس به دنیا بیاد. در واقع اینکه کودک انسان داره نارس به دنیا میاد یک اسپندلی هست، یک عوارض جانبی هست از اینکه قراره که این کودک و این انسان در مجموع مغز بزرگتری داشته باشه و خب حالا به خاطر که با اون مغز بزرگ و اون جمجمه بزرگتر نمیتونه به صورت طبیعی به دنیا بیاد نارس به دنیا میاد و به جای 21 ماهگی در 9 ماهگی متولد میشه. در واقع بدفهمی که اینجا میخوام با راجعش صحبت بکنیم اون چیزه اینه که تصور نکنیم هر چیزی که توی طبیعت میبینیم سازگارانه است و هر چیزی که میبینیم خیلی سریع شروع بکنیم برایش یک سری توجیهات تکاملی و توجیهات سازگارانه پیدا کردن. توی این جلسه راجع به این بدفهمی صحبت کردیم، اینه که فکر کنیم همه چیز سازگارانه هستش. توی ارائه بعدی هم راجع به چند تا از بدفهمی‌های رایج دیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. اگر از این برنامه لذت می‌برید حتما ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید و سابسکرایب کردن هم فراموش نشه. خیلی متشکرم.